کرمان، دیگر تیم استان کرمان که هم تای جدولیه در آبادان بازی میکنه که تا دقیقه 20 بودن بازیشون 0-0 مساوی بود. بریم به کرمان ببینیم که در مسابقه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. با گزارشگر مرکز کرمان همراه میشیم و بعدش با آقای نامجو مرتق در بین دو نیمه صحبت خواهیم کرد. میشه الان دید از این آره خب به محض اینکه ارتباط صدای ما برقرار بشه با مرکز کرمان با گزارشگر همکار کرمان در واقع همراه خواهیم شد. پرتاب از سمت چپ بازیکن مثل سرچشمه باید انجام بدن. تیم مثل سرچشمه از پرتاب اوت مثل که بهره ببره بلند به داخل محوطه جریمه حقیقی توپو اشتباه میکنه و توپی که توی دروازه قرار میگیره. عجب گلی زدن بازیکن مثل سرچشمه. دقیقه که نه ثانیه چندم بود آیه نامجوتا پرسپولیس آخر جدول شدن رو حالا تجربه میکنه در لیگ حداقل فعلا میره در انتهای جدول. پاس گل خوبی داد علیرضا حقیقی و یک بار صفر تیم مثل سرچشمه جلو بده. بازیکن صربستانی این تیم هست که این توپ رو در دهانه دروازه عریف قرار داد. یک بار صفر رفت مثل سرچشمه. من که اصلا باور نمیشم چی اتفاق رو خودم میگه چیزی شده یا خطایی چیزی شده اما توپ قشنگ رفت در دهانه دروازه قرار گرفت. خب دیگه صدا هم اومد و بریم با گزارشگر کرمانی همراه باشیم. همراهان محترمی که در سراسر کشور ما رو همراهی میکنن با گل ثانیه هفتم هشتم تیم مثل سرچشمه که شما الان تصویرش رو میتونید ببینید. بازی بسیار زیبا خواهد شد. همین ابتدای کار مس از حریف نامدار خودش پیش میفته. صحنه به ثمر رسیدن گل رو یه بار دیگه ببینید. اینجا بود که برنوویچ به این شکل دروازه رو باز کرد و علیرضا حقیقی هم فقط تماشا کرد که به چه شکلی توپ به تور دروازه پرسپولیس میچسبه. پس مثل سرچشمه رفسنجان 1 پرسپولیس تهران 0. اجازه میخوام که خدمت هموطنان عزیزم عرض سلام و احترام داشته باشم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه در ماه مبارک رمضان و میلاد پربرکت آقا امام حسن علیه السلام رو هم به حضور همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. یه فرصت نصیب بازیکنان مس هست. پرتاب توپ روی دروازه، برگشت توپ از مدافعین و حالا فکر میکنم فرصتی پیش بیاد که من بتونم اسامی بازیکنان دو تیم رو خدمتتون اعلام کنم. امروز در ترکیب تیم پرسپولیس که با لباسهای سفید به زمین اومدن علیرضا حقیقی در درون دروازه هست. شکوری، نصرتی، ممدوتال، محمد، آقازمانی، کریمی، بادامکی، منصوری، رضایی و کاظمیان بازیکنانی هستند که آقای حمید استیلی در ترکیب این تیم قرار داده. اما در سمت دیگر میدان اسقر کرم‌اللهی در چارچوب دروازه تیم مثل سرچشمه رفسنجان قرار گرفته. نادر فتح‌اللهی، نوراللهی، ترشیز، کردجهان، علی‌آبادی، برنوویچ، مولایی، مظفری، سامره و مسلم فیروزآبادی شاگردان آقای سنجری هستند که تا اینجای کار 1-0 جلو افتادند. توپ در اختیار علیرضا حقیقی هست که حالا سریع بازی رو آغاز میکنه. از جناح راست پرسپولیسی ها صاحب توپ هستند. علی کریمی در میانه میدان، بادامکی حالا توپ رو به جناح چپ میبرن. در میانه راه ترشیز یه لحظه توپ رو گرفت. هیچ کس تصورش رو هم شاید نمیکرد که در چند ثانیه ابتدایی بازی دروازه تیم پرسپولیس باز بشه. نکته جالب اینه که علی سامره ای هم که حالا سابقه گل زدن به پرسپولیس در ثانیه 30 رو داشت اینجا به نوعی رکورد خودش رو از دست میده. هرچند که سامره در دربی تونسته بود این کار انجام بده اما اینجا برنوویچ بود که تونست دروازه پرسپولیسی ها رو باز کنه. محمد از جناح راست رو به عقب کار میکنه. آقا زمانی سانتر بلند و بی هدف به دنبال توپ، ترشیز هست اونجا و جواد کاظمیان که موفق کاظمیانه. علی کریمی خطا،
نزدیکی‌های محوطه جریمه روی سماجت کاپیتان پرسپولیس یه ضربه آزاد نصیب بازیکنان این تیم میشه. این اصغر کرم‌اللهی است که شما در تصویر می‌بینید در غیاب حسن حوری که در بازی قبل کارت قرمز گرفت، حالا امروز کار حفاظت از دروازه یه تیم مثل سرچشمه رفسنجان رو به عهده داره. آقای احمد صالحی داور مسابقه هست که شما در تصویر دیدید، آقایان سنجری و کامرانی فر همیشون رو در کار قضاوت همراهی میکنن. اجازه بدید ضربه رو بزنن، پرسپولیس هم میزنن و خطرناک هم میزنن. توپ از کنار دروازه مس به بیرون رفت، ضربه ای که کاظمیان زد. این بازیکن چهار شب قبل در همین استادیوم آبی پوشان پایتخت در حضور 15,000 تماشاگر مشتاق فوتبال مس کرمان رو شکست دادن، اما این بار و با حضور پرسپولیس میبینیم که ورزشگاه پر نشده و سکوهای خالی زیادی در استادیوم شهید باهنر کرمان به چشم میاد. دو تیمی که در قعر جدول رده‌بندی به فاصله یک امتیاز قرار گرفتن، یه فرصت و پاس روبه جلویی که کریمی برای کاظمیان انداخت اما سرعت توپ زیاد بود. کاظمیان و نوراللهی رو دیدید در یک نما. این صحنه به ثمر رسیدن گل هست. حقیقی مشت کرد و اونجا ننات برنوویچ آماده بود تا دروازه پرسپولیس باز کنه. توپ در اختیار مظفری هست، رو به عقب کار میکنه با کرد جهان. خطا، اعلام خطا میشه به روی اویس کرد جهان که از ناحیه کتف احساس ناراحتی میکرد. آقای صالحی داور مسابقه میخواد که آرومتر بازی رو دنبال کنند. خود اویس کرد جهان با پای چپ توپ ارسال میکنه مستقیم و علیرضا حقیقی که از دروازه بیرون میاد و توپ رو جمع میکنه. بادامکی در میانه های میدان برای کاپیتان کریمی، خود حسین بادامکی. همچنان بادامکی فرصت داره و این مدافعین مس هستن که توپ رو دفع میکنن. علیرضا محمد از جناح راست پا به توپ جلو میاد و توپش رو میگیرند. از جناح چپ مظفری، توپش برخورد میکنه به پای سامان آقازمانی. تصویر مظفری رو شما ملاحظه میفرمودید. اعلام خطا، خطایی که به روی مدافعین پرسپولیس انجام دادن. ممدو تال برای نصرتی، باز هم حسین بادامکی. شکوری، کریمی، ممدو تال. توپش توپ خوبی نبود و در نهایت کمک داور مسابقه پرچم میزنه و اعلام خطا میکنه برای سفید پوشان پرسپولیس. کاظمیان پشت توپ قرار گرفته، استیلی هم لب خط صحبت میکنه با بازیکنان خودش. حالا یه سانتر بلند از دروازه بیرون میاد و خطا، خطای کریمی اعلام میشه به روی اصغر کرم‌اللهی. احساس ناراحتی هم میکنه و روی زمین افتاده. کرم‌اللهی، صحنه آیسته خطا رو ببینید. اینجا بود که خطای کریمی واضح بود. عرض میکردم سابقه حضور در سایپا رو هم داره کرم‌اللهی و فصل قبل هم که مثل سرچشمه رفسنجان در
دست اول لیگ بازی میکرد در ترکیب این تیم بود. مس سرچشمه جزو آخرین تیم هایی بود که در واقع تکلیف حضورش در لیگ مشخص شد. این هم حمید استیلی که انصافا خودش هم فکر نمیکرد همون ثانیه های نخستین بازی دروازه تیمش باز بشه. عرض میکردم تیم سرچشمه حدودا 20 روز مونده بود به شروع رقابت های لیگ برتر در فصل جاری، تکلیف حضورش در لیگ با این مربی احمد سنجری مشخص شد، مربی که تونست مصر رو به لیگ برتر بیاره. اما تا اینجای کار که 3 هفته رو پشت سر گذاشتیم نتایج خوبی نگرفته و 3 شکست پیاپی رو به دست آورده بود. هر دو تیم به 3 امتیاز این بازی احتیاج دارن برای اینکه از بحرانی که دچار اون شدن رهایی پیدا کنن. نصرتی حالا اونجا فرصت هست، یه لحظه برای سامره که رفت و یه کورنر گرفت. علی سامره که حالا در تصویر میبینید کاپتان تیم مثل سرچشمه رفسنجان هم هست، ضربه کورنر رو ارسال میکنه از جناح چپ، بر میگردونه با ضربه سر ممدوطار. کریمی هم اونجا عقب کشیده، ترشیز یه لحظه روی توپ اثر گذاشت، اعلام آوت میشه برای پرسپولیس. بادامکی سریع پرتاب میکنه برای علی کریمی، به هر شکلی که هست یکی از بازیکنان مصر رو دریبل میزنه اما توپش به بیرون میره. مجتبی ترشیز پرتاب میکنه توپو، برگشت توپ از نصرتی، یه پاس برای مظفری در جناح چپ، وارد محوطه جریمه هم میشه اما اونجا تکل علیرضا محمد اجازه کار رو به این بازیکن نمیده. علی آبادی میره که ضربه کورنر رو بزنه. آقای صالحی داور مسابقه میاد و در واقع به نوعی تذکر میده به او که منطقه زدن کورنر رو کاملا رعایت کنه. کورنر رو هم ارسال میکنه، برگشت تو از مدافعین، یه لحظه اونجا کار گره میخوره و داور اعلام خطا میکنه به نفع پرسپولیس. آقا زمانی رو به عقب کار میکنه، محمد نصرتی، بادامکی، اونجا ترشیز پوشش میده و اجازه کار رو به ابراهیم شکوری نداد. باز هم یه پرتاب برای پرسپولیس، کریمی، خود علی کریمی، شکوری رو در مقابل داره، حالا پاسو به اون میده، با پای چپ ارسال میکنه، برگشت توپ از فتح اللهی و توپی که علی آبادی به بیرون زد. شکوری برای کریمی، توپا میگیرن بازیکنان مس. سامره و توپی که با برخورد به پای محمد نصرتی به بیرون میره. نوراللهی باید توپا پرتاب کنه، بازیکنی که شما در تصویر ملاحظه میفرمایید به نظر میاد که میخواد یه پرتاب بلند رو داشته باشه، حالا این کار رو انجام میده. نصرتی با ضربه سر توپو دفع میکنه، باز هم محمد نصرتی،
کریمی، شکوری، خطا به نظر میرسید و سری بازی رو آغاز میکنن. حالا فرصت هست برای پرسپولیس. رضایی وارد محوطه جریمه میشه و توپ که از کنار دروازه به بیرون زد. همه چیز آماده و مهیا بود برای این بازیکن ارزشمند تیم پرسپولیس، غلامرضا رضایی، که حالا برمیگرده. اصغر کرم اللهی، با یه ضربه بلند بازی رو آغاز میکنه. توپ از سر محمد نصرتی هم گذشت، اما اونجا ممدود طال برگردوند. مولایی، مولایی به زمین میخوره، احساس ناراحتی هم میکنه، همچنان روی زمین افتاده و از درد به خودش میپیچه که حالا اینجا داور بازی رو متوقف کرد. علی مولایی که حالا اینجا صحنه آیستر رو ببینید، به این شکل و توسط سامان آقازمانی تعادلش از دست داد. بازیکنی که سابقه حضور در مس کرمان رو هم داره، بعد هم به تراکتور رفت و کلن یه بازیکن معروف هست در فوتبال کشور ما. خود علی مولایی توپو پرتاب میکنه برای علی سامره. سامره توپو در اختیار پرسپولیسی ها قرار میده. محمد نصرتی به جناح راست میبرن، جایی که علیرضا محمد هست. کاظمیان، برنوویچ زننده یه تک گل بازی توپش رو گرفت. مسلم فیروزآبادی و توپی که اویس کرد جهان بی هدف فرستاد و به دست دروازه‌بان پرسپولیس رسید. شکوری، حسین بادامکی، سامان آقازمانی، اگه محمد به توپ برسه که نمیرسه. سرعت توپ زیاد بود و آقای کامرانیفر پرچم میزنه. این هم بازیکن سیاه چرده یه تیم پرسپولیس که در خط دفاعی این تیم به کار گرفته شده امروز توسط آقای حمید استیلی. نکته جالب در ترکیب تیم پرسپولیس نشستن بازیکنانی مثل شیس رضایی و محمد نوری روی نیمکت ذخیره های این تیم هست. داور آوانتاژ داد و توپی که به دستان دروازه‌بان پرسپولیس رسید. از جناح چپ رضایی و خطا. داور خطای نادر فتح‌اللهی رو اعلام کرد به روی غلامرضا رضایی، اما نه، انگار که اعلام آوت شده. بادامکی پشت محوطه جریمه توپ ارسال میکنه. کریمی یه لحظه توپ به او برخورد هم کرد. مظفری به هر شکل ممکن توپ دور میکنند مدافعین مثل سرچشمه رفسنجان. آقازمانی، کاظمیان، حالا علی کریمی یه بدن میاد، هنوز توپو در اختیار داره، اما نه دیگه، مدافعین میان و توپشو میزنن. مثل کرمان و نفت آبادان هم به نظر میاد که نیمه اول کارشون سف سف تموم شده. سامره، توپش به مسلم فیروزآبادی نمیرسه. کرد جهان توپو دفع میکنه. برنوویچ به نظر خطای هند بازیکن پرسپولیس رو اعلام کرد داور. خود برنوویچ بازی رو میخواد آغاز کنه، اما اجازه میده که نادر فتح‌اللهی این کار رو انجام بده.
علی کریمی، توپ نمیرسه به علیرضا محمد و از خط عبور میکنه، اعلام آوت میشه برای مس. علیرضا محمد رو در تصویر دیدید، باز هم توپا به بیرون میزنن، پرتاب آوت از چند متر جلوتر. اویس کرد جهان، بازیکنی که از آلومینیوم هرمزگان به این تیم اومده، برای سامره کاپتان این تیم. حالا توپ ارسال میکنن به ماوتی جریمه، اما برگشت توپ از مدافعین باعث میشه که توپ به علی مولایی برسه. مجتبی ترشیز، علی آبادی کوتاه با خود ترشیز، مولایی توپش لو میره. محمد نصرتی، آقا زمانی، محمد، کاظمیان رو به عقب کار میکنه. بعد از گلی که در ابتدای کار بازیکنان مصر به ثمر رسوندن، یه خورده همچین بگینگی بازی افت کرده. بادامکی برای کریمی و توپی که ثمری نداره برای پرسپولیسی ها. شکوری توپو پرتاب میکنه برای نصرتی، توپ از زیر پای ممتال گذشت. حالا سامره یه ضد حمله میتونه شکل بگیره از جناح چپ مظفری، اونجا مسلم فیروزآبادی هم هست، اگه اونو ببینه. خود مظفری همچنان توپو در اختیار داره و یه لحظه سامره هنوز هم میتونه دروازه باز بشه و میشه. گل دوم رو علی سامره به ثمر میرسونه. این چهره کاپتن تیم مصر که دروازه تیم پرسپولیس رو برای دومین بار باز میکنه و به این شکل خوشحالی رو به اردوی مثل سرچشمه رفسنجان و این تماشاگران میاره. واقعا روی این گل مدافع پرسپولیس مقصر بود، حمید استیلی هم که دیگه مونده تو کار بازیکنهای خودش. مس 2 پرسپولیس 0. علی سامره‌ای که خیلی حرف برای گفتن داره، حالا دو گله میشه و اینجا باز هم دروازه پرسپولیس رو باز میکنه. تماشاگران هم یک صدا علی سامره رو تشویق میکنن. اینجا ببینید مظفری دو سه مدافع رو به خودش مشغول کرد، سامره ضربه رو زد، دفع ناقصه حقیقی، و اینجا دیگه سامره اینقدر تجربه داره که یه همچین توپای رو گل کنه. کاری از نصرتی، حقیقی و علیرضا محمد هم بر نیامد. حالا باز هم از جناح چپ علی سامره، مسلم فیروزآبادی دوباره حرکت کرده، توپش رو میگیرن. علیرضا محمد، علی کریمی اگه به توپ برسه که نمیرسه، پرچم رو همون گوشه میکنه، اما کاری از دستش بر نیامد. اویس کرد جهان توپو باید برای نارنجی پوشان مس پرتاب کنه. برنوویچ دفع میکنه توپو. پشت محوطه جریمه، رضایی برای کریمی. جناب بازی رو عوض میکنن.
شکوری، آقا زمانی، این مدافعی است که به نوعی میشه که روی گل دوم واقعا مقصر بود. حالا محمد نصرتی و توپی که با برخورد پای علی کریمی به بیرون میره. خوب نتیجه گرفته تا اینجای کار. شاید کسی هم فکر نمی کرد که مثل سرچشمه بخواد از بازی مقابل پرسپولیس به نوعی استارت کار رو بزنه. 25 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم که این تیم 2-0 جلو هست از پرسپولیس. حالا کاظمیان، اما کرم‌اللهی از دروازه بیرون میاد و توپو از آن خود میکنه. این دروازه‌بان که تا اینجای کار دروازش بسته بوده، مسلم فیروزآبادی به دنبال توپ هست. اونجا بازیکنان پرسپولیس توپو در اختیار میگیرن. بادامکی، محمد نصرتی، یه پاس رو به جلو به مدافعین مس میرسه این توپ. علی کریمی در بین راه توپو میگیره. محمد منصوری برای کریمی، او با محمد کار میکنه. رضایی توپش برخورد میکنه به مظفری. برنوویچ درگیر با کریمی، موفق. کریمی، دو بازیکن همزمان توپش رو میگیرن. حالا مسلم فیروزآبادی به دنبال توپ، اما اعلام آفساید شده. این چهره فیروزآبادی بود و این هم حمید استیلی که نمیدونم میخواد چیکار کنه با این تیم. بادامکی، کاظمیان، کریمی، حالا از جناح چپ شکوری راه میفته. و توپی که با برخورد به پای مدافعین مثل سرچشمه به بیرون میره. جواد کاظمیان میره تا ضربه کورنر رو بفرسته روی دروازه مس. کوتاه، برگشت توپ از سامره که تا اونجا عقب کشیده. آقا زمانی، یکی از بازیکنان مس در محوطه جریمه روی زمین افتاده و بازیکنان از داور میخوان که بازی رو متوقف کنه. حالا توپو به بیرون میزنن. حالا تماشاگران پرسپولیس مدیر عامل این تیم رو و در واقع سرپرست این تیم رو خطاب قرار دادن برای رها کردن تیم و دوباره فریادهای اعتراض تماشاگران پرسپولیس این بار در استادیوم باهنر کرمان شروع میشه. اینجا بود که این برخورد پیش اومد بین نوراللهی و مهاجم پرسپولیس که احساس ناراحتی میکرد و روی زمین افتاد. استیلی لب خط با منصوری صحبت میکنه. آقا زمانی رو به عقب با نصرتی. بادامکی، توپا میگیره علی آبادی و به جایی میزنه که هیچ بازیکنی از مثل سرچشمه نیست. حقیقی سری بازی رو آغاز میکنه با هم دو تال و حالا سرعت بازی رو سعی میکنن که پرسپولیسی ها زیاد کنن. کریمی محمد رو از جناح راست راه میندازه و یه سانتر بسیار بد از علیرضا محمد که توپ به بیرون میره. به نظر میاد حمید استیلی میخواد یه تعویض زود هنگام هم داشته باشه. محمد نوری رو من میبینم کنار زمین که استیلی با او صحبت میکنه.
خیلی زود دست به کار شد حمید استیلی. علیرضا نور محمدی رو هم میخواد به زمین بفرسته. دو تعویض همزمان در پرسپولیس انجام خواهد شد. توپ در اختیار علیرضا محمد هست. رو به عقب کار میکنه. پشت محوطه جریمه برگشت توپ از نوراللهی مدافع امس. علی آبادی، ترشیز، مسلم فیروزآبادی به توپ نمیرسه چرا که محمد نصرتی اجازه کار رو به اون نداد. باز هم شکوری از جناح چپ و پاس خوبی رو نمیفرسته برای غلامرضا رضایی. مقصر اصلی گل دوم از زمین بیرون میاد. این مدافع ممدوتال و نور محمدی جای اون رو میگیره. علیرضا محمد هم جای خودش رو به محمد نوری میده. علی کریمی به دنبال توپ. اونجا علی سامره هم بود. فیروزآبادی، باز هم علی کریمی، نوری اولین توپ خودش رو دشت میکنه. بادامکی، رضایی، حالا ضربش رو هم میزنه غلامرضا رضایی و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. البته به پای مدافع این هم برخورد کرد و یک کورنر نصیب سفیدپوشان پرسپولیس شد. صحنه آیستر رو میبینید که به این شکل توپ فکر میکنم دروازه‌بان بود که اثر گذاشت و به کورنر رفت. نادر فتح‌اللهی برای علی آبادی به زیر توپ میزنه. مظفری، توپ به کریمی میرسه و کاظمیان که نمیتونه کار خاصی رو انجام بده. محمد منصوری کنترل میکنه تا توپ به بیرون بره. سری بازی رو آغاز میکنه با نصرتی. نور محمدی، غلامرضا رضایی و نوراللهی موفق. نوراللهی اونجا، فتح‌اللهی هم هست. یه برخورد هم پیش میاد و این بار هم اعلام خطا. باز هم نزدیکی های محوطه جریمه، اینجا خطای فتح‌اللهی رو داور اعلام کرد به روی حسین بادامکی. خطا هم کاملا واضح و آشکار بود. نادر فتح‌اللهی که فصل قبل کاپیتان تیم مس رفسنجان بود در لیگ دست اول فوتبال کشور، که حالا به تیم مس سرچشمه اومده. داور با خط دفاعی تیم مس صحبت میکنه و از اونها میخواد که فاصله لازم رو رعایت کنن. کاظمیان اونجا هست، به نظر میاد که خودش میخواد ضربه رو بزنه. حالا اجازه کار رو میده داور، ضربه رو هم میزنه و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. جواد کاظمیان رو میبینید. بازی را آغاز میکنه کرم‌اللهی. برگشت توپ از منصوری اما با خطا، خطایی که روی سامره مرتکب شد.
اویس کرد جهان پشت توپ هست. با پای چپ توپ ارسال میکنه. باز هم خود کرد جهان درگیر با کریمی و نوری. حالا فرصت اما آفساید. این بار مظفری از مصر در آفساید هست. آقای حسین سنجری پرچم زد. فیروزآبادی یه لحظه توپا با سر رسوند به سامره. او برای محسن مظفری توپا لو میده. بادامکی، نوری، آقا زمانی برای نور محمدی. بادامکی، ضربه سر علی کریمی به جای نمیرسه. حالا فتح‌اللهی توپو دور میکنه و باز هم خطا. باز هم پشت محوطه جریمه غلامرضا رضایی متوقف شد. فرصت خوبی هست برای بازیکنان پرسپولیس اگه قدر اون رو بدونن. خط دفاعی تیم مصر تشکیل میشه. کریمی و نوری هم پشت توپ هستن. محمد منصوری هم اونجا هست اما به نظر میاد که علی کریمی بخواد این ضربه رو بزنه. حالا تک و تنها همه چشم ها به پای علی کریمی دوخته شده و ضربه ای که به این شکل دروازه مصر سرچشمه رفسنجان رو باز میکنه. مس 2 پرسپولیس 1. حالا پرسپولیس به بازی بر میگرده. با ضربه استادانه علی کریمی کاپتان این تیم و خوشحالی رو به جمع این تماشاگرانی میاره که تا چند دقیقه پیش فریادهای دیگری رو به شکلی اعتراضگونه سر میدادند. علی کریمی کاپتان تیم پرسپولیس در تصویر میبینید که چگونه دروازه رو باز کرد. واقعا قشنگ زد و اصغر کرم‌اللهی هم حیفش اومد که این صحنه زیبا رو تماشا نکنه. حالا مسیح بازی رو آغاز میکنن. ترشیز مطمئنن پرسپولیسی هم روحیه گرفتن با این گلی که کریمی براشون زد. حالا علی کریمی هست که به شدت تشویق میشه. کاظمیان، علی کریمی یه پاس خوب میفرسته برای رضایی. سانتر میکنه. یه لحظه اونجا ترشیز اثر گذاشت. مسلم فیروزآبادی با یه ضربه یه سر توپو به بیرون میزنه. نور محمدی میره که توپو پرتاب کنه. سری بازی رو آغاز میکنه برای محمد نصرتی. بادامکی، نور محمدی، نوری، پاسش نمیرسه به بادامکی و در نهایت توپی که در اختیار حقیقی قرار میگیره. محمد نوری علی کریمی. نوری از راه میرسه. اونجا درگیر هست با برنوویچ و داور خطای برنوویچ رو اعلام کرد. زننده گل اول تیم مس اینجا بود که این دو بازیکن درگیر شدند. به نظر هم خطای آنچنانی نمی رسید.
حالا باید ببینیم از این فاصله کازمیان چی کار میتونه بکنه. مستقیم و سرکش و باز هم توپی که به بیرون میره. استیلی هم همچنان لب خط ایستاده و روحیه میده به بازیکنان خودش. بازی آغاز میشه توسط دروازه‌بان تیم مس و توپی که با برخورد به سر سامره به بیرون میره. اعلام آوت شد برای پرسپولیس. محمد منصوری، نصرتی، کاظمیان به دنبال توپ، وارد محوطه جریمه میشه، توپش رو هم میزنه و برخورد میکنه به فتح‌اللهی و توپ برگشتی رو هم این بار نوراللهی بود که به پای غلامرضا رضایی کوبید و باز هم بازی از کنار دروازه مثل سرچشمه باید شروع بشه. اینقدر این تیم مثل تو لیگ های مختلف نماینده داره که یه وقتایی آدم اسمشون رو قاطی میکنه. مثل کرمان، مثل سرچشمه رفسنجان، باز مثل خود رفسنجان، مثل شهر بابک، خلاصه تا دلتون بخواد مثل تیم داره. علی سامره احساس ناراحتی میکنه، روی زمین افتاده، باید بازی رو نگه دارن، اما تا اینجای کار که هنوز بازی متوقف نشده تا نادر فتح‌اللهی اومد و توپو به بیرون زد. داور هم یه نیم نگاهی به سامره کرد اما بازی رو ادامه میده. دوباره رضایی، حالا فرصت برای بادامکی، وارد محوطه جریمه میشه، توپش رو میزنه و برمیگردونه کرم‌اللهی. هنوز پرسپولیسی ها فرصت دارند. برگشت توپ از مدافعین، یه ضربه از راه دور که توپ از بالای دروازه به بیرون میره. سامره هم که دید کسی خیلی بهش توجه نمیکنه، حالش خوب شد و پا شد به بازی ادامه میده. سامان آقا زمانی بود که شوته او از بالای دروازه به بیرون رفت. اینجا خوب گرفت کرم‌اللهی توپ بادامکی رو و اونو ناکام گذاشت. خود این دروازه‌بان بازی رو شروع میکنه. نصرتی ضربه اول رو زد. برنویچ، حالا مظفری حقیقی که از دروازه بیرون میاد و اجازه خودنمایی رو نمیده به محسن مظفری. نور محمدی، توپ کاظمیان رو میگیرن. برنویچ پاس خوبی نمیده. منصوری برای نصرتی. کرجهان باز هم برای برنویچ. سامره میاد و یه تکل میزنه، توپش به کریمی میرسه. غلامرضا رضایی یکی رو جا میذاره و نوراللهی وقتی میبینه که جاموند خطا میکنه و کارت زرد میگیره. این بار هم فرصت خوبی است که از همون فاصله ای که علی کریمی دروازه مصر رو باز کرد، از زاویه دیگر دوباره اعلام خطا شده برای پرسپولیس. کنار علی کریمی محمد نوری و محمد منصوری هم هستند. حالا باید ببینیم تکلیف این ضربه چه خواهد شد. نوری کمی فاصله میگیره و باز هم فکر میکنم خود علی کریمی هست که همه منتظرن ببینن میتونه صحنه گل رو تکرار کنه یا نه. پاس میده و چیکار کرد غلامرضا رضایی؟ آره، حالا میگه که پاست پاس خوبی نبود. اینجا کریمی به نوعی فریب داد خط دفاعی رو. اتفاقا پاسش هم خوب بود، ولی خب یه خورده توپ به زمین که خورد بلند شد و همین باعث شد که غلامرضا رضایی نتونه ضربه خوبی رو به توپ بزنه. آقای امیرحسین فتایی داور چهارم اومده کنار خط تا
وقت اضافه نیمه اول رو اعلام کنه که 2 دقیقه هست. استیلی و سنجری رو در یک نما شما میبینید. علی کریمی، نوری به توپ نمیرسه. داور خطای غلامرضا رضایی رو اعلام میکنه به روی کرد جهان. برنوویچ، مظفری، سامره، آفساید. علی سامره که در مس کرمان هم بازی میکرد اما بعد از اون به پاس همدان رفت، روزهای خوبی رو در پاس همدان نداشت و حالا دوباره به تیم شهر خودش اومده، یعنی رفسنجان. کورنر برای پرسپولیس، کاپتان کریمی میاد تا این بار ضربه کورنر رو بزنه. کوتاه، خود کریمی توپو در اختیار داره، حالا میخواد از اون حرکات انفجاری خودش رو داشته باشه که توپش رو میگیرن. ترشیز، مولایی، توپ بیرون میره برای مس. خود مجتبی ترشیز میره که توپو پرتاب کنه. بازیکن سابقه تراکتور، حالا ترشیز توپو به بیرون میزنه تا این بار پرسپولیسی ها پرتاب کنن. غلامرضا رضایی در محوطه جریمه توپش رو ارسال میکنه، فرصت و گل. گل برای پرسپولیس، بازی به تساوی کشیده میشه و کاظمیانی که اینقدر خوشحال شد که رسمان به داور اعلام کنه کارت زردت رو آماده کن. پرسپولیس 2 مس سرچشمه رفسنجان 2 و تماشاگران پرسپولیسی که حالا خوشحال میشن و جشن شادی میگیرن در استادیوم شهید باهنر کرمان. پا به پای هم تا اینجای کار پیش اومدن این دو تیم. از بازیکن با تجربه‌ای مثل کاظمیان هم بعیده که اینجوری به این راحتی کارت زرد بگیره. محمد نوری اینجا اثر گذاشت و واقعا همه چیز رو آماده کرد برای کاظمیان که یه جورایی دروازه خالی رو باز کنه. کنترل خوبی داشت و اینجا دیگه کاظمیان کاری نمیتونست بکنه غیر از گل زدن. خب اینجا سوت پایان نیمه اول دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس سرچشمه رفسنجان به پایان میرسه. استیلی نفس راحتی میکشه و میره به رختکن. ببینیم در آغاز نیمه دوم چه تغییری در بازی دو تیم به وجود خواهد اومد. با شما فعلا خداحافظی میکنیم و انشالله در نیمه دوم در